سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یک ویدیو جدید از کانال من. توی این ویدیو قرار درباره پوسترهای رسمی بتل پس، زامبی کلاسیک و همچنین گردونه ها صحبت کنیم که به شدت خفنن. اگه دوست دارید ببینید که در سیزن 8 چه خبر و چه اتفاقاتی قرار بیفته، حتما ویدیو تا آخر تماشا کنید که سی تا بیاد جزئیات سیزن 8 قرار توی این ویدیو بهتون بگم. پس بدون هیچ مقدمی بریم سراغ تمامی جزئیات سیزن 8 که باید بدونیم. اولین چیزی که می‌خوایم بررسی کنیم توی ویدیو گردونه‌های سیزن 8 هستن که به شدت خفنن. اولین گردونه PPSH هستش که خودتون می‌دونید این گان چقدر خفنه. با این اسکین و کاراکترش می‌خواد بیادش به بازی کال آف دیوتی مبار که هر دو اسکین به نظر من خیلی جذابن و اگه بتونیم 100% می‌زنیمش این گردونه رو. گردونه بعدی گردونه سوفیا لژندری هستش که با یک تم خفن و جذاب می‌خواد بیادش به بازی، البته با نایف لژندری باترفلای نایف که یکی از بهترین نایف های بازی کال آف دیوتی هم حساب میشه که میتونید گیم پلش هم مشاهده کنید. گردونه خفن بعدی گردونه اسنایپر جدید بازی به نام زد آر جی هستش که با این تم و کاراکترش میخواد بیادش، و گردونه بعد از اون گردونه دی آر اچ هستش که با این کاراکتر و گان دستش میخواد بیادش که تم بسیار جذابی داره این کاراکتر. گان میتیک سیزن 8 هم گان اسفل هستش و قرار توی سیزن 8 ریداکس بشه و برگرده به بازی. و آخرین گردونه سیزن 8 گردونه کیلو سرچلک هستش که لژندری اینگان قرار بیادش نمیتیکش و هنوز اسکنی ازش مشخص نشده که همین امروز فردا ویدیو گردونه ها رو براتون میذارم تا جزئیات تک تک آیتم های گردونه سیزن 8 رو متوجه بشین که چی هستن. اما دوستان بریم سراغ بتل پس سیزن 8 که یکی از بهترین بتل پس های تاریخ کال آف دیوتی هم حساب میشه. این پوستر تو ویدیو قبلی بهتون نشون دادم، پوستر های دیگه هم از بتل پس اومده که جلوتر بهتون نشون دادم چی هستن. کاراکتر اول بتل پس کاراکتر میستی آندر کاور ایجنت هستش با گان M13. کاراکتر دومش کاراکتر سراف هستش دابل ایجنت با گان M4 دستش. کاراکتر سوم کاراکتر ونگارد هستش با گان زد آر جی جیک که اسکین های جذابی دارن همشون. و کاراکتر چهارم کاراکتر ادلر هستش به نام دپر با گانی که میخواد بیادش گان CBR4 که دوستان این گان CBR4 شاید خوشگل باشه ولی خب آیرون سات معمولی داره، اما گان M13 و M4 آیرون سات اختصاصی دارن که میتونیم مشاهده کنیم. گان آخر بتل پس هم گان S36 هستش که اسکینی هنوز مشخص نشده ازش، ولی خب این گان جدیدن خیلی باف شده. اما دوستان این سراغ پوستر کلی بتل پس سیزن 8 که میتونیم مشاهده کنیم که 4 تا کاراکتر و 4 تا گان اصلی این بتل پس رو به ما توی این تیزر نشون میده. از نظر من بتل پس سیزن 8 یکی از بهترین بتل پس های بازی کال آف دیوتی مبار حساب میشه، چون هم کاراکترهاش واقعا جذابن همشون و هم گان هایی که برای این بتل پس تعریف شده. در بتل پس سیزن 8 فقط گان S36 مشخص نشده که اسکینش چجوریه. بتل پس دومم قراره با کاراکتر پارک و گان AK47 بیادش به بازی. خب دوستان اینم از بتل پس سیزن 8 و گردنه های سیزن 8 که به نظر من تک تکشون خفن بودن و گان های خیلی خفن و کاراکترها جذاب میخواد بیادش بازی کال آف دیوتی مبار در سیزن 8. اما دوستان بریم سراغ پوسترهای رسمی زامبی کلاسیک که امروز صبح توسط کال آف دیوتی مشخص شده که قراره پس از 2 سال زامبی کلاسیک برگرده به بازی کال آف دیوتی مبار که این مود به شدت خفن و پرطرفدار و خودم به شخصه منتظر این مود خفن بودم. که اولین پوستر این مود این هستش که توسط کال آف دیوتی منتشر شده و به شدت خفنه. پوستر دوم این پوستر هستش که یکی از قوله های زامبی کلاسیک به ما نشون میده که یک اغلب قول پیکره. این دستگاه جدیدی هستش که در زامبی کلاسیک حضور داره که جلوتر توضیحش بهتون میگم، و این هم یکی از قوله های دیگه زامبی کلاسیک هستش. همچنین ریگان قرار در زامبی کلاسیک حضور داشته باشه و با این گان خفن بتونیم زامبی ها رو بکشیم. و این هم دوستان توضیحات تمامی پرک ها و دستگاه های زامبی کلاسیک هستش که میتونید با زبان فارسی مشاهده کنید. زمان اومدن زامبی کلاسیک هم تا آخر ویدیو بهتون میگم که کی میادش. اما دوستان بیایم سراغ سایر جزئیات دیگه که از سیزن 8 مشخص شده و قرار در سیزن 8 به بازی اضافه بشه. پرک جدید سیزن 8 پرک اسپایک کرافت هستش که میتونیم اسکور استریک های انمی ها و یا همچنین ترپ مایت هاشون رو هک کنیم و به نفع خودمون استفاده کنیم ازشون. در ایونت های سیزن 8 ما میتونیم هم این پرک اسپایک کرافت رو دریافتش کنیم، هم میله جدید بازی به نام باترفلای نایف که لژندیش قراره با کاراکتر سوفیا لژندری بیادش. ایونت اصلی سیزن 8 هم یک ایونتی هستش که جزئیاتش توی ویدیو قبلی بهتون گفتم. اگه تا الان اون ویدیو رو تماشا نکردین حتما تماشا کن که از این ایونت با خبر بشین که یا این اسکین به ما جایزه میده یا اسکین مانتارایی بلگند گل.
مپ جدید بازی هم مپ اکسپرس هستش که میتونیم یک تیزر خیلی کوتاه از این مپ ببینیم. و اینم بهتون بگم دوستان که آپدیت سیزن 8 در تاریخ 7 سپتامبر در ساعت 3:30 بامداد به وقت خودمون میخواد بیادش به بازی کال آف دیوتی موبایل که میتونیم آپدیتش کنیم، یعنی 5 روز دیگه. خب دوستان اینم از این ویدیو از آپدیت سیزن 8. هر نکته که تا الان منتشر شده من بهتون تو این ویدیو و ویدیوهای گذشته گفتم و از سیزن 8 فقط یه دونه تغییرات بتریال موقعی که آپدیت میاد مونده که بذارم براتون و همچنین جزئیات گردنه ها که مثل هر سیزن من براتون میذارم وقتی بیادش. اما دوستان چند تا نکاتی هستش که من باید بهتون بگم که خیلی ازم سوال پرسیده بودین و شاید جواب سوال شما هم باشه. اول اینکه دوستان تاریخ دقیقه زامبی کلاسیک هنوز مشخص نیستش و تنها پوسترهاش لیک شده، ولی دوستان چون کاراکتر اسفل و گان میتی که اسفل در داخل یکی از پوسترهاش بودش به احتمال 90% در داخل سیزن 8 میادش، چون دوستان در سیزن 8 قراره گردونه اسفل ریلاکس بشه. اومدن کلاسیک زامبی در سیزن 8 امکان داره اما قطعی نیستش. من به شخص خودم فکر میکنم در سیزن 9 بیادش، چون دوستان در سیزن 9 ما یک تم قبرستونی و ترسناک داریم و یه جوری هالووین همون موقع اتفاق میفته و موقعی که سیزن 9 هم بیادش وارزون موبایل هم نسخه بتاش منتشر میشه و به همین دلیل فکر میکنم که زامبی کلاسیک موقع وارزون موبایل بیارنش که هم مخاطب کال آف حفظ بمونه و هم بتونه بقیه وارزون موبایل هم بازی کنه. به صورت کلی دوستان اومدن زامبی کلاسیک یا در سیزن 8 یا در سیزن 9 قطعیه و 100% این مود خفن ما داخل بازی داریم. اینم نمای سوم شخص کاراکتر سوفیا لژندری هستش که برای کسی که تا آخر ویدیو تماشا کردن گذاشتن تا بدونن که این اسکین چقدر جذاب از نمای پشتش. یک نکته دیگه هم دوستان هستش که خیلی ازم پرسیده بودین و گفتین که ویدیو مفصل دربارش درست کن و اون نکته هم چیزی نیست جز این که آینده کال آف دیوتی موبایل بعد از اینکه وارزون موبایل منتشر شد چی میشه و آیا پایان کال آف دیوتی موبایل نزدیکه یا نه. جواب این سوال قطعا نه هستش، چون یکی از دلایلش این هستش که کال آف دیوتی موبایل تا 10 سال آیندهش هم برنامه‌ریزی کرده و قشنگ داره با برنامه‌ای که چیده پیش میره جلو و حداقل تا 10 سال آینده کال آف دیوتی موبایل هیچ مرگش هم نمیزنه. اگه دوستان جزئیات کامل دلایلش رو بهتون بگم حتما لایک ها و کامنت های این ویدیو رو بهتر کنید تا بهتون بگم که آینده کال آف دیوتی موبایل چی میشه. خب دوستان دمتون گرم که تا اینجا تماشا کردین. تا ویدیوهای دیگه خدا نگهدارتون.